درود بر شما دوستان و همراهان کانال سرانه. این کلاهی که 40 سال سر ما گذاشتن رو دیگه نمیخوام. جامعه سینمایی ایران هنوز از شوک قتل داریوش مهرجویی و همسرش بیرون نیامده. فراجا با جدیت این کارو در حال تعقیب هست. علی‌رغم همه وعده‌های حکومتی مبنی بر تلاش شبانه روزی همه دستگاه‌های زیربط برای یافتن قاتل یا قاتلان، بسیاری از خود می‌پرسند چگونه است که اگر کسی در کویر لوت عکس خامنه‌ای را پاره کند یا در کوچه بن‌بستی حجاب از سر بردارد، با دوربین‌های تشخیص چهره شناسایی و ظرف 24 ساعت بازداشت می شود. اما وقتی موضوع به قطره‌های مرموز می رسد، حکومت مدعی می شود واگن مترو دوربین نداشته. هیچ یک از دوربین‌های کوچه‌ها و خیابان‌های محل سکونت مقتول کار نمی کرده و منزل مقتول هم اصلاً دوربینی نداشته. مقابل مجتمع مسکونی زیبادش قسمت مرکزی هستیم. از ورود خبرنگار به صحنه جنایت خودداری شده. ابهامات فراوان در ماجرای قتل داریوش مهرجویی و همسرش و شباهت آن به قتل‌های زنجیره‌ای که توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دهه 60 و 70 خورشیدی انجام شد، در شعارهای حاضران در مراسم خاکسپاری مهرجویی و همسرش به وضوح بازتاب داشت. مونا مهرجویی، دختر داریوش مهرجویی هم بدون حجاب اجباری در مراسم حاضر شد و تلویحاً حکومت جمهوری اسلامی را به قتل پدر و مادرش متهم کرد. کاملا احساس پدرم اینه که مامان بابا بغلم وایستادن و شونام رو گرفتن و ازم میخوان که سرپا بندازن. زمین نیفتن. اما جنگ در غزه هم در مراسم خاکسپاری مهرجویی و همسرش بازتاب داشت. در حالی که تعداد زیادی از حاضران در این مراسم شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند، مرزی برومند، بازیگر، کارگردان و عروسک‌گردان سینما و تلویزیون مطالبی را بیان کرد که با اعتراض گسترده شرکت کنندگان در مراسم روبرو شد. هیچ کلماتی نمیتونست این درد بزرگ این فقدان که به صورت خیلی فجیع اتفاق افتاد و توضیح بده، توجیه کنه. و من مجبور شدم امروز بیام و حرف بزنم. نمیدونم چی بگم، نمیدونم واقعا قاصرم از گفتن عظمت دردی که الان خانه سینما به دوش میکشه. خانه سینما الان خودش عزاداره، ولی باید به دیگران هم نصیحت بگه. همه ما به هم نصیحت بگیم. ما آدم بزرگیم، کارگردان درخشانی ها که اگه نگیم شاخص‌ترین بزرگترین کارگردان ایران بود، حتما تاثیرگذارترین کارگردان ایران بود. داریوش مهرجویی با فیلم دایره میناش که منم افتخار داشتم توش بازی کنم باعث شد که سازمان انتقال خون تأسیس بشه. این تاثیر هنرمنده. ولی بالاخره فیلم پخش شد و اثرش رو در تاریخ گذاشت. فیلم گاو ممنوع پخش بود در زمان قبل از انقلاب، ولی همین فیلم گاو تونست راه سینمای بالنده و روشنفکری و محتوا
محور سینمای ایران رو به روی جهان باز کنه. خیلی مسئولین سینمایی و مسئولین زحمت کشیدن، هم روی کردن، هم امروز، هم توی مراسم هفته پیش که آتیلا رو ما به خاک سپردیم، خیلی همراهی کردم. هیچ توقعی هم نداشتم، ولی من ازشون توقع دارم تا هنرمندا زنده است بهشون برسم. هنرمندا زنده‌ان الان توی همین جمع، جوانای خانه سینما همشون، بذر پور احمد، کیارستمی، مهرجویی، علی حاتمی، در وجودشون رشد کرده. به اینا برسید، ازشون نترسید، بذارین اینا حرف بزنن، بذارین کارشون رو بکنن. جوانای ما بهترین آدمای جوانای هنرمند ما، بهترین و دلسوزترین آدمای این مملکت هم. حالا جوان انگاهی خب برای این که آستانه درد هنرمند پایینه، آستانه درد سیاستمدارا بالاست. ما زود ناراحت میشیم، هنرمندا خیلی زود ناراحت میشن، شیشه روحشون ترک برمیداره، دردشون کنیم. ما همه موندیم تو این سرزمین برای این که سرزمینمون و خاکمون و مردممون رو دوست داریم. با ما خوب باشین، ما کنار شما. با اسرائیل و رژیم صهیونیستی هم می جنگیم، ولی دلمون خونه. شما با ما همراه باشید. بسیاری از ایرانیان از مرضیه برومند خاطرات خوبی دارند، اما مرضیه برومند با اظهارات روز چهارشنبهش ثابت کرد که نه تنها درک و شعور درستی از سیاست ندارد، بلکه از انسانیت هم بویی نبرده. او نشان داد که حاضر است همه اعتبار هنریش را در قبال دریافت تکنانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی بفروشد. او حاضر است بر همه جنایات حکومت جمهوری اسلامی و رهبرش چشم ببندد. حاضر است کشتار هزاران کودک و زن و مرد ایرانی را فراموش کند و در کنار حکومت علیه اسرائیل بجنگد، تنها در صورتی که حکومت علی خامنه‌ای با او مهربان باشد. با ما خوب باشین، ما کنار شما. با اسرائیل و رژیم صهیونیستی هم می‌جنگیم. اما در حالی که افراد لومپنی همچون مرضیه برومند از جنگ با اسرائیل سخن می‌گویند و از آن حمایت می‌کنند، پرسش بزرگی ذهن حامیان علی خامنه‌ای را مشغول کرده. آنها از خود می‌پرسند چگونه است که علی خامنه‌ای در قبال یکی از مهمترین اتفاقات این روزهای جنگ در غزه سکوت کرده. بله، با گذشت بیش از 24 ساعت از هدف قرار گرفتن یک بیمارستان در غزه که در نتیجه آن صدها غیر نظامی و تعداد زیادی کودک کشته شدند، رهبر جمهوری اسلامی هنوز سکوت کرده. علی خامنه‌ای در موارد مشابه اگر پیام تصویری صادر نمی‌کرد، دست کم در یک پیام کتبی آن را تسلیت می گفت و اسرائیل را به انتقام و مقابله به مثل تهدید می کرد. اما چرا خامنه‌ای در مورد حمله به بیمارستان الاهلی حرفی نزده؟ دلیل آن روشن است. علی خامنه‌ای می داند که ادعای دولت اسرائیل مبنی بر آن که بیمارستان توسط یکی از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی، یعنی جهاد اسلامی، مورد اصابت قرار گرفته درست است. همه کارشناسانی که درباره انفجار در بیمارستان الاهلی اظهار نظر کردند میگویند با توجه به نوع انفجار، دامنه آتش‌سوزی، عمق گودال ایجاد شده در محوطه بیمارستان، این حمله نمیتواند کار اسرائیل باشد، بلکه بیشتر شبیه انفجار محفظه سوخت موشک‌های شلیک شده توسط گروه‌های فلسطینی است. دولت اسرائیل در ساعات گذشته مکالمات تلفنی دو عضو حماس را منتشر کرده که توسط نهادهای امنیتی این کشور شنود شده. این مکالمه هم به وضوح ثابت می‌کند که بیمارستان الاهلی توسط موشک‌های شبه نظامیان فلسطینی مورد هدف قرار گرفته. اول مره من نشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الثوري في الجهاد الاسلامي. ايه طب هم بقول تعاون الجهاد الاسلامي انه من عندنا، هذا شكله من عندنا. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا انه الشظايا تبعت الصاروخ، انه الشظايا محليه، مش
زي شبان يس ايش بدي سبحان الله من عندنا ما رجاش غيرين بجرسلي نعم هذول المتفقين من المقدر الوردي بثلاث حط محط فيهم ايش الاصدر بتلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دي باللي هو فسه ونزل عندهم هو في مقبره ورا المعمداني ولك عند الساحه بالضبط هي وين لما تدخل على الساحه اول ما تدخل على الساحه تدخلش على البلد عيدك اليمين في مستشفى المعمداني سپاس از همراهی شما لطفا فراموش نکنید سابسکرایب کنید ویدیوهای ما رو لایک کنید و لینک ویدیوهای ما رو هم برای دوستانتون بفرستین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین روی کلید جوین یا تانکس کلیک کنید.